گرده همایی سالیانه بانوان در بیت حضرت آیت الله العظما صادق حسین شیرازی برگزار شد به گزارش شیه در این گرده همایی مرجعیت شیعه طی سخنانی با اشاره به روایتی از رسول خدا صلی الله علیه و آله که در آن سفارشاتی را به جناب ابوذر دارند فرمودند این سفارشات تنها مختص وی نیست و همه مؤمنان را توصیه می‌کنم که به سفارشات آن حضرت عمل نمایند معظم الله حفظودند در بخشی از فرمایشات پیامبر به آمده است همان گونه که دارایی از را بیجا مصرف نمی‌کنی سعی کن عمرت را نیز هدر ندهی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در این روایت با جمله‌ای در نهایت بلاغت و زیبایی بر اهمیت عمر انسان تاکید می‌فرمایند که این یکی از راه‌های سعادت انسان است ایشان در ادامه فرمودند رسول خدا صلی الله علیه و آله بهترین عمل در ماه مبارک رمضان دوری از حرام الهی است پس سعی کنیم با دوری از گناهان و تسکیه نفس که به تصمیم و تلقین نیاز دارد راه سعادت را طی نماییم مرجعیت خاطر نشان کردند هر شخصی باید سعی کند تا خانواده دوستان آشنایان و سایرین را به قدر توان راهنمایی و به سمت سعادت هدایت نماید آیطالله لزمان شیرازی در بخش دیگری از سخنان خود فرمودند تمام طول سال برای پرداختن به این امور است اما ماه مبارک رمضان به حال خودسازی و هدایت دیگران است پس از این فرصت استفاده کنید چرا که در این ماه پاداش دو چندان است